در موقعیت های مناسب که در داخل ویدیو توضیح دادیم از عبارت های مهم و ضروری این درس میتونی استفاده کنی. بی نهایت سپاس گذاریم که کانال خودتون انگلیسی مستاب خوردن رو از سال 2013 همراهی و حمایت میکنید و لایک میکنید که این ویدیو دیده بشه دیگران هم استفاده بکنن ما هم انگیزه بگیریم و بیش از پیش خدمت گذار شما جانان باشیم. بی نهایت سپاس گذاریم. That is all right. That's all right. رو به راه مشکلی نیست. در پاسخ به I'm sorry یا وقتی عذرخواهی میکنن میتونید بگید That is all right. یا yeah, That's all right. That's all right. Never mind. Never mind. مایند یعنی ذهن فکر یکی از معانیش دیگه یعنی اهمیت دادن نیور مایند یعنی هرگز اهمیت نده بهش فکر نکن دوباره در پاسخ به عذرخواهی استفاده میشه نیور مایند تکرار کن قربون شکل ماهت برم تکرار کن یاد بگیری نیور مایند نیور مایند دو نات apologize. Don't apologize. Apologize یعنی عذرخواهی. Don't apologize یعنی عذرخواهی نکن. نیازی به عذرخواهی نیست. Don't apologize. Don't apologize. It does not matter. It doesn't matter. Matter یعنی اهمیت داشتن یا ماده. It doesn't matter یعنی اون موضوع اهمیتی نداره مهم نیست It doesn't matter I am sorry too I'm sorry too تو که میدونید یعنی همچنین I'm sorry too من هم متاسفم شما برای عذرخواهی گفتید I'm sorry طرف در مقابل میگه I'm sorry too من هم متاسفم I'm sorry too You could not help it you couldn't help it کاری از دستت بر نمی اومد نمیتونستی کاری بکنی نمیتونستی جلوشو بگیری یا در واقع میشه گفت مقصر نبودی داره میبخشتت و میگه تو مقصر نبودی you couldn't help it you couldn't help it forget about it یا خیلی ساده تر forget it Forget about it یا forget it فراموشش کن من تو رو بخشیدم تو هم forget it اون موضوع رو فراموشش کن Forget about it یا forget it Think nothing of it Think nothing of it اصلا بهش فکر نکن مهم نیست Think nothing of it It is not important. It's not important. مهم نیست. It's not important. No worries. No worries. No worries خیلی کار بردیه بچه ها. در پاسخ به سپاسگزاری در پاسخ به اصخاهی در پاسخ به خیلی از ماجراها ها خلاصه کاربرد داره یاد بگیرید No worries نگران نباش طوری نیست مسئله ای نیست No worries It is fine. It's fine. طوری نیست. خوبه. مسئله نیست. چیز خاصی نیست. باز هم در پاسخ به از It's fine. No problem. No problem. دوستای ایرانی رو هر جا در دنیا وقتی انگلیسی صحبت میکنند به این صورت میشه بشناسیش. No problem. دقت بکنید بین P و R صدایی نمیبینید. درسته پس problem problem پرابلم نیست problem no problem مشکلی نیست اسخای میکنه میگی no problem مشکلی نیست البته در صورتی که بخشیدیش no problem there is no need to apologize there is no need to apologize نیازی به اسخای کردن نیست در حقیقت داره عنوان میکنه که من بخشیدمت There is no need to apologize تکرار کن فداتشم تکرار کن یاد بگیری There's no need to apologize Apology accepted Apology accepted accept یعنی پذیرفتن accepted پذیرفته شد apology عذرخواهی apology accepted عذرخواهی پذیرفته شد خدایا شکر apology accepted ازخاهی پذیرفته شد این هم یک عبارت دیگره برای اینکه که از رو مورد پذیرش قرار داده طرف یا اینکه میتونی ازخاهیه طرف رو مورد پذیرش قرار بدی باهاش. apology accepted تکرار کن apology accepted It is okay. It's okay. Okay, مسئله نیست که خیلی راحته ولی در پاسخ به عذرخواهی میتونید استفاده بکنید یا ممکنه بشنوید. It's okay. Do not mention it. Don't mention it. Mention یعنی عنوان کردن. بچههایی که تازه انگلیسی یاد میگیرن اون ابتداها اوایل کار دونت it رو به عنوان قابلی نداره مثلا ممکنه بهشون یاد بدن اما در حقیقت به اون صورت چیزی در فرهنگ خارج از ایران به عنوان قابلی نداره معنی نداره dont mention it یعنی مطرحش نکن صحبتش رو نکن یکی از موارد کاربردی دیگه برای در پاسخ به اسخایی همینه dont mention it یعنی عنوانش نکن اصلا صحبتشو نکن تموم شده رفته پی کارش dont mention it screw you screw you screw یعنی یه جورایی یعنی لعنت یه جورایی یعنی گند زدن screw you یعنی گندت بزنه میتونه در پاسخ دوستانه به عذرخواهی استفاده بشه نه همه جا حواستون باشه مثلا با طرف شوخی داری طرف میگه ببخشید فلان کار کردم، بعد شما میگی screw you یعنی لعنت بهت یا گندت بزنه که همیشه خرابکاری میکنی پس حواستون باشه خیلی آمیانه است هر جایی استفاده نفرمایید screw you prove it prove it prove یعنی اثبات کردن it اون ماجراه رو یعنی کدوم ماجراه رو اصخاهی تو داری اصخاهی میکنی وقتی میگی I apologize یا میگی I'm sorry میگه prove it اثباتش کن ممکنه با شوخی این موضوع رو بگه که مثلا اثبات کن یه شیرنی بهمون بده مثلا یا اینکه ممکنه جدی بگه اثبات کن با تغییر رفتارت عذرخواهی بدون تغییر رفتار که به درد نمیخوره باید رفتار رو تغییر بدی اصلاح بکنی تا عذرخواهی معنی پیدا بکنه پس بنابراین پروویت میتونه حالت شوخی به کار بره میتونه حالت جدی به کار بره So am I. So am I. من هم همینطور میگه I'm sorry. بعد شما میتونید بگید So am I. یا ممکنه اینو بشنوید. به جای اینکه بگی می تو میتونید بگی سو so am I. بسیار هم زیباتر و شکیل سو آی I. نو know. نو know. I'm sorry که میگی یعنی متاسفم یعنی ابراز تأسف میکنی بابت خطایی که کردی بعد در پاسخ میتونه بگه آی نو یعنی میدونم که متاسفی میدونم که ناراحتی از این اشتباهی که کردی پس در پاسخ به عذرخواهی از آی نو هم میتونیم استفاده بکنیم یا ممکنه بشنویم آی نو آی forgive یو I forgive یو Forgive یعنی بخشیدن بچه ها در مورد تلفظ این I کلن آی در انگلیسی که در رخش ای کوتاه به کار میره باید دقت بکنید I forgive نیست Forgive بین ای و ای I forgive you میگه I'm sorry یا I apologize for something میگه I forgive you میبخشمت مورد اف قرار میده I forgive you We can work through this. We can work through this. یعنی میتونیم روش کار کنیم through یعنی از میان در خلال we can work through میتونیم روش کار کنیم یعنی چی یعنی عذرخواهی میکنی به همین سادگی نیست من الان بخشیدم تموم شد رفت پیکارش میتونیم روش کار کنیم میتونیم رابطه‌ای که خراب شده یا به حال ناراحتی که در من ایجاد کردی رو We can work through this. میتونیم روش کار کنیم یا به جای this میتونید بگید that. خیلی اهمیتی نداره. We can work through this or that. میتونیم روش کار کنیم. پس بعضی وقتا آقایون عزیز دقت داشته باشید به همین راحتی نیست که فکر کنی اسخای میکنی و تمام میره. بعضی وقتا از دل طرف در نمیاد. چرا گفتم آقایون برای که همیشه آقایون مقصر. <laughs> We can work through this. Thank you for your apology. Thank you for your apology. برای عذرخواهی سپاسگزارم. یعنی قدردانی میکنه برای عذرخواهی که شما داری انجام میدی. Thank you for your apology. حالا در ادامه میتونه بگه که بخشیدمت یا نه ولی سپاسگزاری میتونی بکنی بابت عذرخواهی طرف. Thank you for your apology. تکرار کنید بچه ها کل جملاتی که تو این درس میشنوید رو تکرار کنید قربونتون برم به دردتون میخوره. Thank you for your apology. You should be but I forgive you. You should be but I forgive you. بایدم باشی بایدم از خواهی کنی کار خطایی کردی ناراحتم کردی but اما من بخشیدمت یا میبخشمت. You should be but I forgive you. I appreciate that you feel sorry. I appreciate that you feel sorry. من قدردان این هستم که you feel sorry تو حس تتصاف داری و پشیمانی از کاری که کردی بابت این موضوع سپاس گذارم. I appreciate that you feel sorry. I appreciate that you feel sorry. Please do not let it happen again. Please don't let it happen again. لطفا اجازه نده دوباره اون اتفاق بیفته. اون خطایی که کردی و داری در مقابلش میگی I apologize یا میگی I'm sorry میگه Please don't let it happen again. دیگه همچین خطایی ازت سر نزنه. تکرار کن. Please don't let it happen again next time you do it you will be sorry next time you do it you will be sorry next time دفعه بعدی you do it انجامش بدی you will be sorry از کارت پشیمان خواهی شد یا متاسف خواهی شد برای خودت یعنی دفعه بعدی این کار هم انجام بدی دیگه؟ حسابت با کرامل کاتبینه Next time you do it, you will be sorry داره میبخشدت یه جورایی اما در تهدیدت هم میکنه که حواستو جمع کنی Next time you do it, you will be sorry So how are you going to make it all right? So how are you going to make it all right? بنابراین یا خوب How are you going to make it all right؟ چطور میخوای؟ چطور قصد داری؟ جبرانش کنی درستش کنی گندی که زدی خراب کنی که کردی رو How are you going to make it all right؟ این هم پاسخ دندان در مقابل عذرخواهی So how are you going to make it all right؟ فکر نکن همینجوری راحت میگه بار بخشیدمت حالا میگه چطور میخوای جبرانش کنی؟ تکرار کن So, how are you going to make it all right? I know you might mean it, but it's too late. I know you might mean it, but it's too late. I know میدونم you might mean it. ممکنه قصدت از این اوزخایی کردن جدی باشه. But, اما it's too late. اما دیگه خیلی دیره. یعنی دیگه نمیتونم ببخشمت. موضوع خیلی دیگه جدی شد نه I know you might mean it but it's too late I accept your apology but I just cannot let it go I accept your apology but I just cannot let it go من از خواهیت رو میپذیرم اما فقط نمیتونم بیخیالش بشم نمیتونم از ذهنم این کار خطایی که کردی رو دور کنم I can't let it go. نمیتونم بی خیالش I accept your apology, but I just cannot let it go. خدا قوت دوستان در این درس سی تا جمله مهم و ضروری برای پاسخ به عذرخواهی در موقعیت های مختلف رو خدمت شما جانان تقدیم کردیم امیدواریم که با تمرین و دوباره دیدن این درس به اونها مسلط بشید بی نهایت سپاس گذاریم برای همراهیتون رسیدن شما به بهترین آرزوهاتون بهترین آرزوی ماست سایتون کم نشه